بازخوانی، مرور بر تاریخ. با سلام و سلامتی خدمت شما عزیزان بیننده تلویزیون آنلاین نخبگان، خوشحال هستیم که فرصت باقی بود و بار دیگه خدمت شما برگشتیم. این بار در یک نوبت از دیگه سلسله برنامه های بازخوانی در خدمت شما هستیم. قسمی که میدانین برنامه بازخوانی مرور است بر حوادث و اتفاقات تاریخی. سپاسگزار حمایت شما از تلویزیون آنلاین نخبگان همچنان باقی میمانیم و خواهش میکنیم که تلویزیون آنلاین نخبگان همچنان سابسکرایب و لایک کنین. ده سال پیش از امروز و دقیقا در تاریخ 29 سنبله حادثه اتفاق افتاد در شهر کابل که تمام افغانستان را متاثر ساخت و مترادف و هم جامعه اسلامی را متاثر ساخت. او حادثه حکایت شهادت پروفسور استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان میکرد که در زمان حادثه سمت ریاست شورای عالی صلح افغانستان را عهده‌دار بود. استاد ربانی توسط کسی به شهادت رسید که پیام‌آور صلح بود. پس از شهادت جناب استاد ربانی روایت‌های زیادی و فرضیه‌های زیادی از چگونگی حادثه مطرح شد. کسانی به دنبال پیدا کردن دستای داخلی در پای حادثه بودند و کسایی هم دستای خارجی در حادثه را جستجو میکردند و میگفتند که استخبارات های کشورهای منطقه در این حادثه که منجر به شهادت رئیس شورای عالی صلح شده بود هست و کسانی دست داشتند. در افغانستان اتهام های بیشتر به طرف معصوم استانگزی که در او زمان سمت ریاست دبیرخانه شورای عالی صلح را داشت و در واقع او زمینه سازی کرده بود که این پیام‌آور صلح که در نهایت پیام‌آور شهادت استاد ربانی شد به استاد ربانی برسم. عامل این پیام که از پاکستان آمده بود و گفته بود که پیام شورای کویته یا رهبری طالبان را با استاد ربانی داره و از استاد ربانی پیام میبره به شورای کویته یا رهبری طالبان تا پیرامون گفتگوهای صلح با گروه طالبان صحبت بکنن، توسط معصوم استانگزی به استاد رسانده شد بود و او هم آهنگی کرده بود که نزد استاد برسه و این عامل مواد منفجره را در دستارش جابجا کرده بود که همزمان با جورپرسانی با استاد ربانی مواد منفجر میشه و در نهایت استاد به شهادت میرسه. قسمی که گفتم فرضیه های زیادی راجع به چگونگی اتفاق مطرح شد. یکی از فرضیه هایی که میخواییم در این برنامه بازخوانی از او صحبت بکنیم روایت است از فدا حسین مالکی که در او زمان سمت سفارت جمهوری اسلامی ایران را در کابل به عهده داشتند. ایشان در تازگی در برنامه لایوی که در اینستاگرام آقای حسین جعفریان کارشناس ارشد مسائل افغانستان در ایران دارند و هر چند روز بعد پیرامون مسائل افغانستان به ویژه جبهه مقاومت برنامه لایو می داشته باشند و با کسای زیادی در این برنامه ها صحبت میکنند. در یکی از برنامه هاشان که به تازگی منتشر شده بود با آقای حسین مالکی صحبت کردند که فعلا نماینده استان زاهدان در مجلس جمهوری اسلامی ایران هستند. جناب مالکی پیش از این به عنوان معاون رئیس جمهور در ایران، همچنان وزیر داخله در ایران و همچنان چندین سال هم سمتدار سفارت کشور مطبوعش در افغانستان بود و در کنار از هم سمت های دیگه را کار کردن. این روایت حکایه از دست داشتن آمریکا در ترور یا شهادت استاد ربانی میکنه که جزئیات بیشتر از او را در بخش که بعد از این صحبت ها به پایان میرسه خدمت شما منتشر میکنیم
که این فرضیه هم به نسبت از اینکه آقای مالکی در اون زمان دخیل بودن به عنوان از اینکه کاردار سفارت کشورش در افغانستان بود و فرد نزدیک به چنان هم که حکایه میکنه استاد پیش از رفتنش به نشستی که در ایران برگزار شده بود به اساس بدرقی و همچنان دعوتی که آقای مالکی از استاد شهید میکنن به ایران میرن و وقتی که قرار میباشه که استاد دوباره برمیگردن چند روز بعد دوباره باید در نشست دیگه که در ایران برگزار میشه اونجا شرکت بکنن که حادثه اتفاق میفته و با او نشست استاد شهید رسیده نمیتونن. به این نسبت روایت دست اول است و میتونه که یک بخش دیگه از گریکور که راجع به پرونده شهادت استاد ربانی مطرح میشه میتونه بگشایه. در ادامه این برنامه بازخوانی دعوت میکنم که این بخش از گفته های حسین مالکی را دنبال بکنین و سپاسگزار شما میمانیم. با بزرگانی چون شهید ربانی و شهدای گرانقدری که داشتم و من میدونم که به حال آمریکایی ها چه مشکلاتی را ایجاد کردن بر اینها و تمام تلاششون این بود که این بزرگان از مسیر حذف کنند و خود شهادت استاد ربانی پیچیدگی های خاصی داشت. یعنی من خودم یادم هست زمانی که متوجه شدم ایشون جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد قرار بود که بیاد در به اصطلاح اجلاس تهران وحدت اسلامی شرکت بکنه، آمریکایی ها به شدت دنبال این بودن که استاد ربانی نره تهران. این برای من خیلی سال برانگیز بود. زمانی که من متوجه شدم که کراکر سفیر آمریکا نمیخواد ایشون بره ایران، من تاکید میکردم به آقای ربانی که شما باید برید ایران. از آمریکایی ها فشار بود که نرود، از ما فشار بود که بیاد ایران تهران. بعد که نهایتا ایشون صراحتا گفت من میرم تهران. حالا آقای کرزم اشکالاتی در اون زمان بود که اونم خیلی تمایل نداشت که بره تهران و من به لحاظ این که به قول ما روی آمریکایی‌ها کم بشه، روزی که ایشون میخواست بیاد تهران اومدم فرودگاه بدرقه. چون مستعدی که سفیر فقط بدرقه رئیس جمهور میره و من به لحاظ به پاس احترام استاد ربانی و این که آمریکایی‌ها متوجه بشن، حتی مأمورین خود سفارت ما دوستان حفاظت نمیدونم تشریفات اینا فکر میکردن شاید من میخوام بیام تهران، ولی خود اونها موقعی که من رفتم اونجا آقای ربانی اومد جا خورد. آقای ربانی گفت آقای سفیر شما هم تهران میاد؟ گفتم نه. گفت دبی میرید؟ گفتم نه. گفت چطور؟ گفتم من فقط آمدم بدرقه شما. خیلی عجیب بود، چهره عجیبی بهش دست داد، منقلب شد از این حرکتی که من انجام دادم. بعد گفتم انشالله برگشتید، سفر بعدی که 10 روز بعد بود یه اجلاس دیگه بود. تو اون اجلاس هم دوستانمون تهران خیلی تاکید کردن که آقای ربانی تشریف بیارن. گفتم که شما به اصطلاح سفر بعدی تشریف میبرید؟ گفت که اگر، خیلی جالب بود این نکته، گفت اگر اجل مهلت بده من سفر بعدی هم میره تهران. این نکتر جناب جعفریان، این صورت آقای ربانی تغییر کرد موقعی که گفت اگر عجل مهلت بده. گفت من از تهران میرم دبی، اونجا به بچه ها سر بزنم بر میگردم. خب ایشون اومد تهران، منم سفر بعدی اومدم تهران. موقعی که برگشتم کابل، من دیدم تو کابل تو فرودگاه دوستانی که اومده بودن دنبال من، فرودگاه غیر عادی است. معمولا مستعزل دو موقع دیگه مقامات آمریکایی یکی برو یکی بیا بود مقامات آمریکایی. من فکر کردم که کسی، بعد دوستان گفتن که استاد ربانی همین الان اومد، یعنی با 20 دقیقه فاصله. بعد من به دوستان گفتم که خب مستقیما بریم منزلشون. حالا ما معمولا با برخی از مقامات افغان خارج از پروتکل عمل میکردیم، اونا هم اینا حسن میدونستن. بعد دوستمون که همراه آمده بود آقای دین پرست که یکی از معاونین سفارت بود، به من گفت که خب آقای سفیر الان شما هم خسته،
ایشون هم به هر حال سن و سالی داره، ایشون هم خسته است، ایشون بره استراحت کنه، شما هم برید استراحت کنید فردا صبح. گفتم اشکال نداره، ولی ما داشتیم میرفتیم. همین که اومدم تو سفارت، تو رزیدانس، شاید مثلا ربع ساعت 20 دقیقه بعد هم سر صورت یه چایی می‌خواستیم بکنیم، دیدیم یک انفجار مهیبی صورت گرفت. به شدت که این ساختمان که سفارت شما دیدی چقدر به حال ساختمان مستحکمی، به لرزه در اومد، حتی برخی جا شیشه ها شکست، که چند دقیقه بعدش دوستان به من خبر دادن که استاد ربانی شهید شد. حالا نحوه شهادتشون در واقع کاملا محرز بود که این یک برنامه ریزی شد.